فیلم سینمایی همسفر که تو سال 1354 ساخته شده، از این قراره که رئیس شرکتی عاطفه رو اقفال کرده اما حاضر نیست با اون ازدواج کنه. مراسم ازدواج عاطفه با جوونی دیگه هم به هم میخوره و اون که اختلال حواس پیدا کرده تصمیم میگیره از خونه فرار کنه. بخشایی از فیلم همسفر رو با هم تماشا میکنیم. بگو یک دو نفر این موتور رو بزنن زمین. با موتور مشکل بتونین برین تهران، خیلی درد سر داره، تمام جاده پر از مهه. بذارین صبح تا تهران 3 ساعت را بیشتر نیست، سر آفتاب را بیفتین 3 ساعت پیش از ظهر اونجایی. اینجا همه چی مهیاست، وقت خواب، تخت خواب. پر مرغ رشتیه، شناسنامه هم نمیخواد. بفرمایید، اتاقش هم آفتاب گیره، بفرمایید. صبحم به راننده های کامیون میگم یه نگاه به ماشینتون بندازن. خوش باشین جوونا. نقاش ساختمان جوونی برای کار به خونه ی ارباب دیوانه ای میره. زن نجیب و تنهای ارباب به تدریج به کارگر جوان نزدیک میشه. ارباب کارگر رو به قتل میرسونه و زن هم از شوهرش انتقام میگیره. بخشایی از فیلم نفرین رو با هم تماشا میکنیم. چی شد که اومدی اینجا؟ تو فرستادی دنبال من، ما میپرسی؟ من اصلا تو رو دیده بودم. وقتی پیر مرد اومد دنبالم کلام برداشتم را افتاد. هیچ حرفی، کلام برداشتم را افتاد. حتی با کسی خدافزی نکردم. یعنی اگه بلایی سرت بیاد هیچ کس خبردار نمیشه؟ اگه بلایی که تا حالا به سرم اومده کسی خبر داره؟ زن افسونگری به نام شراب بین رابطه پدر و پسری که بعد از سالها همدیگر رو پیدا کردن فاصله میندازه. زن به پسر علاقه مند میشه اما چون پسر دختر دیگه ای رو دوست داره، رابطه این دو رو از قبل هم تیره تر میکنه. بخشهایی از فیلم زنی به نام شراب رو با هم تماشا میکنیم.
دویدی. همه اینا که میگی درسته ولی من نکشتمش. چی کشت؟ نمیدونم. من رفتم خونه همه چیزو دیدم. همون موقع که من اونجا بودم پدرت هم رسید. دیشب وقتی برگشتم خونه تو اتاق بود. هرچی اصرار کردم بره بیرون نرفت. کاملا گیجم است. دیگه نمیدونم چه اتفاقی افتاد. صبح که بیدار شدم دیدم کشته شده. پدرت گفته اگه تو رو ببینه میکشتت. حقم داره. حالا چیکار میخوای بکنی؟ منتظرم شب بشه فرار کنم. برادر یعقوب گفته منی میرسونه به کویت. الان همه تو رو قاتل میدونن برای اینکه فرار کردی. میگن تو شب با اون بودی بعدم تو حال پشیمونی یا مستی اونو کشتی. شایدم اینطور باشه. یعنی ممکنه در حال مستی من اونو کشته باشه. تو که میگی نکشتی. خودم هم نمیدونم چی دارم. اگه خودتو تسلیم کنی اونا قاتل اصلی رو پیدا میکنن، ولی اگه تسلیم نشی قصد به گردن تو میفته. اگه تو بری خودتو معرفی کنی تا وقتی که تبرئه بشی من منتظرت میمونم و هر جا تو بگی باهات میام. اگه تو واقعا منو دوست داری و اونم نکشتی فرار نکن. خیلی خودمو تبدیل میکنم. فقط اول باید پدرم رو بیارم. نه محسن، اون تصمیم گرفته تو رو بکشه، نه رو پیشش. با وجود این اول باید پدرم رو بیارم. تو برو جلو کنم. حالا نباید من دست کنم. فیلم بلوچ که تو سال 1351 ساخته شده از این قراره. دو تا قاچاقچی به همسر بلوچ تجاوز میکنن و بلوچ بعد از درگیری با قاچاقچی‌ها به زندان میفته. 12 سال بعد از زندان آزاد میشه و قصد داره اون قاچاقچی‌ها رو پیدا کنه. بخش‌هایی از فیلم بلوچ رو با هم تماشا میکنیم. ابو بلوچ نه آب داره نه درخ، اما زمین خوب برای زراعت داره. اون یکی هم پیدا میکنم، سرش هم میذارم رو سینش، باید زنم رو پیدا میکنم. اگر عمری بود برمیگردم به همون صحرا دیگه، هر جاش خواستم قدم میزنم، دیگر کسی نیست قبض بده جری بکنه. تو هم خودت بپوشم اجابت کن. اگه یه خورده عقل داشته باشی تو تهرون کولاک میکنی. بخور. نجیسی نمیخورم حرامی. بخور بخور، خوشمزه است. هرچی من میگم خوبه. رسم ما دیگه محرمی، هرچی من میگم تو باید بگی خوب. دزد سیاه پوش فیلمی با بازی بهروز وثوقی، پوری بنایی و تقی ظهوری، داستان دو برادره که تو کودکی طی حادثه ای از همدیگه دور میافتن و بعد از مدتی وقتی همدیگه رو پیدا میکنن که یکی معروف به دزد سیاه پوش شده و اون یکی نماینده قانون. از این پس حوادث زیادی رو اتفاق میافته که طی اونا دزد سیاه پوش نشون میده نمیتونه به زندگی طبیعی و درست برگرده و اینطوریه که دو برادر مقابل همدیگه میایستن. قسمت هایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. امشب آقای احسان تو منزلش یه جشن گرفته، من باید برم اونجا. من نمیخوام تو بری پیش شهرام، میفهمی؟
خیلی خب، حالا که دلت نمیخواد نمیرم، ولی باید به من یه قولی بدی. چه قولی؟ هرچی میخوای بگو. من ازت میخوام که دیگه دنبال کارهای گذشتت نری. بازم که همون حرفا رو از سر گرفتی. چند دفعه بده، من برای پول نیست که این کارا رو میکنم، برای انتقامه. ببین حسین، من به خاطر تو حاضرم همه چیز زندگیمو زیر پا بذارم، با شهرام به هم بزنم، مخالفتای پدرمو رد کنم، اما تو هم باید اقلا این گذشت کوچیکو به خاطر من بکنی. من تا زهرمو به مردم دنیا نریزم آروم نمیگیرم. خواهش میکنم حسین، من تو رو دوست دارم، میخوام در کنار تو خوشبخت باشم. اگه منو دوست داری راه زندگی تو عوض کن. حرفی نداری به من بزنی؟ بسیار خوب، پس دیگه هیچ توقعی از من نداشته باش، حتی اگه زن شهرام شدی.